بیتا ملکوتی، شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگار حوزه تئاتر و سینما از واشنگتن با ما است. خانم ملکوتی، من معمولاً چنین حرفایی نمیزنم، سعی میکنم تا جای ممکن بی‌طرف باشم، ولی واقعاً نمیشه این تصویر رو دید و نگفت که چندش‌آوره، چه اظهارات او و چه پوزخندی که بعد آقای افخمی میزنه. چطور میبینید که در تلویزیون حکومتی ایران چنین اظهاراتی رو بیان میکنه؟ ببینید، این مسئله از نظر من دو جنبه داره. یعنی در حقیقت حرفای توهین‌آمیز و سخیف ابوالقاسم طالبی و بهروز افخمی نشان از عجز و خشم این سینماگران وابسته به نظام از شکست در دو جبهه هست. اولا بگم که این هر دو نفر اینها سینماگران بسیار وابسته به نظام هستند. آقای طالبی که سازنده قلاده‌های طلا بوده، که خب دیگه همه میدونن که ایشون چقدر وابسته است و چه دیدگاه‌هایی داره، و آقای افخمی هم که اصلا از مؤسسه رباط فتح شروع کرده و کاملا وابسته است به نظام و همیشه از سیاست‌های نظام طرفداری کرده. اما در این دو جبهه‌ای که میخوام راجعش حرف بزنم، اول جبهه در سینمای ایران و اتفاقات اخیر فستیوال 41 فیلم فجر هست، تحریم موفق سینماگران، اتحاد اونها و هنرمندانی که کنار مردم معترض ایستادند و در این شورای دولتی شرکت نکردند، اینها را خیلی خشمگین کرده. سالن‌های خالی که با وجود بلیت‌های مجانی که در ادارات دولتی و مدارس اینا پخش کردن، با سالن‌ها خالی بوده نتونستن پر بکنن. عدم حضور چهره‌های خیلی شاخص، چه از بازیگر و کارگردان و فیلمبردار و صدابردار و دیگر دست‌اندرکاران معتبر سینما، موضع‌گیری هنرمندان در ماه‌های اخیر که خیلی علنی خیلی‌هاشون اومدن موضع‌گیری کردن و اعتراض خودشون رو نشون دادن در مورد مسائل مختلف سیاسی، فرهنگی، هر اتفاقی افتاد، در مورد زندانی اومدن صحبت کردن، در مورد کسانی که اعدام شدن صحبت کردن، در مورد کسانی که چشمشون رو از دست دادن، این همراهی اینا رو خیلی خشمگین کرده. و حتی دیدیم در مورد سخنان سخیفی که اخیراً بیان شده، هنرمندان زیادی واکنششون دادن. حتی رامبد جوان گفت خیلی متاسفه که ما با چنین صدا و سیمایی روبرو هستیم. اما جنبه دوم شکست اینها، باید بگم که شکست در مقابل زنان هست. یعنی از اولین روزهای ابتدایی در حقیقت انقلاب ایران، اینها با اعتراضات زنان مواجه بودند. یعنی در همون اسفند سال 57، وقتی که زمزمه‌های از حجاب اجباری به گوش رسید، هزاران زن جمع شدند و اعتراض کردند. اعتراضی که متاسفانه در اون زمان نه هنرمندان و نه مردها و نه روشنفکران حمایت کردند. یک جمله معروفی داره آقای شاهرخ مسکوب، میگه که ما زمانی در انقلاب 57 شکست خوردیم که از حق آزادی زنان دفاع نکردیم در اون تجمع. یعنی در این 43 سال شما ببینید که البته دیگه داره میشه 44 سال، متاسفانه زنان همیشه صف اول اعتراضات بودن. یعنی از مادران خاوران بگیرید، مادران پارک لاله بگیرید، از جنبش سبز بگیرید، از دختران چهارشنبه سفید، دختران خیابان انقلاب آبان 98، و الان هم که اصلا انقلاب ژیناست. یعنی انقلابی است که با قتل حکومتی یک دختر 22 ساله اهل ساقس شروع شد و در این ماها زنان و دختران بسیاری روسری اثر برداشتن، مقابل مامورین امنیتی ایستادن، گفتن جمهوری اسلامی نمیخوایم، بسیاریشون کشته شدن، در حقیقت بهشون تجاوز شد، شکنجه شدن، زندانی شدن، چشمشون از کاسه در اومد. و اینها دیگه سلاحی در برابر این همه شجاعت ندارن. وقتی خانم کتاین ریاهی میاد بسیار متین و زیبا میاد میگه که من روسری و همیشه به اجبار سر کردم، وقتی خانم هنگامه قاضیانی یا لیلا نقدپری طراح مطرح سینما ایران میاد میسته جلوی دوربین و اون حرکت خیلی معروف رو میکنه که ماش از پشت میبنده، و هنرمندان بسیاری، خزر معصومی، الهام پاونجات، کسا میان رو سرشون رو برمیدارن، اینا دیگه جوابی ندارن. در حقیقت یک شور عجز اینها هست که بگن حالا تحقیر کنم، بگن یاسه‌ای، که البته یاسه‌ای یه چیز طبیعه برای تنها زنان نیست، برای مردان هست. در حقیقت اینو تحقیرها به خودشون برمیگرده ولا غیر. ممنونم از شما، بیتا ملکوتی، شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگار.